عارف خانم هم هستن درسته؟ نه 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 مثل سه اینکه تا نیست. ایچی هستیم، ما چهار تا باشیم من دیگه. خب و از خطاهای بزرگ که رفته بود، پیش از آن که امیر مسعود از نشابور به هرات آمدی. خب این الان یه یادآوری بکنیم که به کجا کشید قضیه. داشت یه بحثی بونصر مشکان داشت با خوارزمشاه آلتونتاش و گفت که تو برو به سلطان مسعود اینجوری صحبت کن و بگو که منو بفرست، من پیر شدم و بچه منو بفرست به جای خودم خوارزمشاه تا اون دلش نرم شه و در واقع کارها یک رویه بشه، درسته؟ آره ببین ما الان وسط صحبت بونست رو اگه ممکنه میوت کنید چیزتون رو که صدا های کنه کنه بچه هایی که نمیخونن میوت کنن همه لطفا. این الان صحبت بونست رو مشکنه با چیز با سلطان مسعود، که سلطان مسعود گفتش که آقا نظر چیه، کار ما چطوره. این هم گفت آقا چی عالیه. این گفتش نه حرف دلتو بزن، درسته درست. من به کمی تعارف کرد که آقا زشت و فلان، حالا داره این وضع خدای بزرگ که رفته باشد از بونست و مشکل درسته باید. یه سری به اصرار سلطان مسعود از بونست خواست یه سری بهش مشاوره بده و اونم یه چیزایی گفت. بعد بونست گفت که من اینو یه بار بخونم، گفت من دعا کردم و بازگشتم، یعنی بونست. و حقا ثم حقا که دو هفته بر نیامد و از هرات رفتن افتاد که آن قاعده ها بگردانیده بودن. یعنی من چیز کردم، نصیحتامو کردم، ولی اونا یه سری اشتباهات بزرگی رو انجام دادن. و از خطاهای بزرگ که رفته بود، پیش از آن که امیر مسعود از نشابور به هرات آمدی، از غزنین اخبار می رسید که لشکرها فراز می آید و جنگ را می سازند و به زیادت مردم حاجتمند گشت و خاطر عالی خیش را هر جایی می برد. رسولی نامزد کرد تا نزدیک علی تکین رود، مردی سخت جلد که وی را بلقاسم رحال گفتندی. رحالم یعنی فکر میکنم یعنی پالاندوز. و نامه نوشتند، ولی اگه توی دیکشنری نگاه کنید ممنون میشم. و نامه نوشتند که ما روی به برادر داریم، اگر امیر در این جنگ با ما مساعدت کند چنان که خود به نفس خیش حاضر آید و یا پسری فرستد با فوجی لشکر قوی ساخته، چون کارها به مراد گردد ولایتی سخت با نام که بر این جانب است، یعنی بر این جانب آب جیهون، آن به نام فرزندی از آن او کرده آید. خب یعنی نامه نوشتن به علی تکین و به علی تکین وعده دادن، درسته؟ چون نیرو کم داشتن یه نامه نوشتن به علی تکین. یه چیزی که من نگاه میکردم این بوده که در زمان غزنویان قسمت افغانستان و در واقع جنوب خراسان دست غزنویان بوده، قسمت در واقع شمالیش و همون قسمت ازبکستان و اینا دست خانات ترکستان بوده. مثلا همون کی بود اون که بشنامه نوشته بود دیروز؟ آلتونتاش؟ آلتونتاش هم که نه، آلتونتاش نه، حالا یادم نمیاد، شاید هم بعدم باشه. به هر حال خانات ترکستان همون که میگفت با هم دیگه فامیل بودیم و اینا، کی بود؟ اون آلتونتاش بود. آلتونتاش بود. آره. خلاصه این که آره علی تکین و اینا غزنویان نبودن، از سایر ترکانی بودن که تو اون منطقه بودن و الان به اونا احتیاج داشتن. و ناسهان وی باز ننموده بودند، این ناسهان سلطان مسعود، که غور و غایت این حدیث بزرگ است و علی تکین بدین یک ناحیت باز نیستد و وی را آرزوهای دیگر خیزد، چنان که ناداده آمد یک ناحیت که خواست و چون خوارزم شاه آلتونتاش مرد در سر علی تکین شد و
چغانیان غارت کرد، چنان که پس از این در تاریخ سالها که رانم این حالها را شرح کنم. و دیگر سهو آن بود که ترکمانان را که مسته خراسان بخورده بودند، مسته یعنی طعمه مرغان شکاری، ترکمانان را که مسته خراسان بخورده بودند و سلطان ماضی، یعنی که می اومدن به غارت میکردن آره، و سلطان ماضی مثل کرکس و پرنده های وحشی مثلا می اومدن نوک میزدن به خراسان، خیلی عبارت قشنگی، و سلطان ماضی ایشان را به شمشیر به بلخان کوه انداخته بود، استمالت کردند و بخواندند تا زیادت لشکر باشد، و ایشان بیامدند قزل و بوقه و کوکتاش و دیگر مقدمان و خدمتی چند سره بکردند و آخر بیازردند و به سر عادت خیش که غارت بود باز شدند، چنان که باز نمایم. تا سالاری چون تاش فراش و نواحی ری و جبال در سر ایشان شد و این تدبیر چی؟ اون معنی رحالو آه. نه میدونم، دستم درد نکنه. من این تدبیر رو الان سینتکس جمله رو نمیتونم در بفهمم. فکر میکنم اینجوریه که تا سالا این تدبیر جانم بفهم شما بفهمین. من فکر میکنم این در سر ایشان شدن، یعنی که اون مثلا یه بار اون بالا هم گفت خوارزمشاه در سر علی تکین شد، یعنی آخرش خوارزمشاه مجبور شد بره دوباره بزنه تو سر اینا و جمعشون کنه. اینجا هم میگه که دوباره سالاری چون تاش فراش دوباره مجبور شد بره این ترکمانان رو به قول معروف افسارشون رو بکشه، در سر ایشان شد و این تدبیر و بر سر این تدبیر شد. اون من فکر میکنم که حالا سالاری چون تاش فراش قبول نواحی ری و جبال این مثلا چی میگه؟ اون نواحی ری و جبال رو که اصلا نمیفهمم. فکر میکنم سر درگیری با اینا اون نواحی ری و جبال از دست داده یا جنگ شده اونجا، یعنی مثلا نمیدونم این تاش فراش چیکاره بود؟ این تاش فراش همون یکی گذاشتش به عنوان چیز؟ به عنوان شحنه گذاشت دوره؟ این هم اسمش اومد که داشتیم میگفتیم سپه سالار رو چجوری میخونن و اینا اون اوایل. آره. که تو گفتی مثل خارجا که اسم منو میخونن همین بود. یاده؟ آره گفتی کجاشو چیز کنیم. ولی این که نقشش چی بود و الان یادم نرفت. یادم نیست که نقشش داستان چی بود. خب شاید هم نواحی ری و جبال یعنی مثلا نیروهایی که تو ری و جبال بودن مجبور شدن اونا رو بیارن بزنن تو سر اینا. حالا این هم یه داستانی که بعدا باید تعریف کنه دیگه، یعنی حالا آره. شدش ترکمانان هم جزو داستانهای آینده است. آره خلاصه من میخوام بگم تا سال اگه حالا نواحی ری و جبال رو فراموش کنیم، فرض کنیم اون نیستش، تا سالاری چون تاش فراش در سر ایشان شد و این تدبیر، یعنی سالاری چون تاش فراش مسئول ایشان و این تدبیر شد. میخوام اینو بگم سالاری چون تاش فراش در سر ایشان شد و در سر این تدبیر شد، نمیخوام بگم که نباز نمودن که چند رسید که چند رنج رسید ارسلان جاذب را و قاضی سپاه سالار را، تا آنگاه که آن ترکمانان را از خراسان بیرون کردند. ولا مرد لقضاء الله از ذکر. این ترکمانان به خدمت سلطان آمده بودند و فی خمارتاش حاجب را سپاه سالار ایشان کرد. در این وقت به هرات رایش چنان افتاد که لشکر به مکران فرستد با سالاری محتشم، تا بوالعسکر که به نشابور آمده بود از چند سال باز گریخته از برادر به مکران نشانده آید و عیسی مغرور عاصی را برکنده شود. پس به مشاورت آلتونتاش و سپاه سالار قاضی
هر چی میخونین سخت‌تر میشه. راق تقمش، راق تقمش جامدار نامزد شد به سالاری این شغل با 40,000 سوار درگاهی و 3,000 پیاده. من 4,000 دارم، تو 40 داری؟ 40 خیلی زیاده. نه نه، با 4,000 ببخشید. با 4,000 سوار درگاهی و 3,000 پیاده. و خمارتاش حاجب را نیز فرموده آمد تا این ترکمانان با وی رفتند چنان که بر مثال جامدار کار کنند که سالار وی است. و ایشان ساخته از هرات رفتند سوی مکران و بوالعسکر با ایشان. این ببین این عیسی مغرور و عاصی اسمش یادت قبلا کجا اومده بود؟ ببین دیروزم پرسیدم و جوابشو کسی نمیدونست. نه هم دیروز دفعه اول اومد. این وقتی که چیز اون مجلسی که حاجب علی قریب اومده بود، آره گفت بفرستمشون مکران که پوی همین برنامه رو، همین برنامه حرفش رو آورد که میخوام داداشه رو بوالعسکر رو بفرستم به جای عیسی. آره آره نه اینو یادمه، این همونه. آره ولی اینکه حالا کلا کیه و تو تاریخ کجا میشینه و نمیدونم. و پس از گسیل کردن ایشان، امیر عزت‌الدوله یوسف را که اینم عموش بود دیگه، یوسف عم، عزت‌الدوله یوسف را گفت ای عم، آه بفرما، ای عم تو روزگاری آسوده بوده ای و میگویند که والی قصدار، قصدار با ساد و قزدار به زاء معجمه به هر دو لغت مستعمل است. یاقوت از نواحی سند دانستم و بقیده من جز بلوچستان است که در غرب سند است. بله بفهم. زاء معجمه یعنی زاء همین رزه. آره مال عجما مثلا. آره فکر کنم رزه بشه. آره نه 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 آه. سلام سلام شکر کنم مطمئن نیستم، به احتمال بره 80% هست که مثلا بود رو مینوشتن بوز مثلا. آه. این دالای آخر رو زه مینوشتن توی متون کلاسیک، اونو فکر کنم بشکن زالو محجمه. خب به حال به عجم ربط داره دیگه شاید. نه اگه میشه نگاه کنید اینو. باش. آره و میگویند که والی قصدار در این روزگار، در این روزگار فطرت بادی در سر کرده است، تو را سوی بست باید رفت با غلامان خیش و به قصدار مقام کرد تا هم قصداری به صلاح آید و خراج دو ساله بفرستد و هم لشکر را که به مکران رفته اند قوتی بزرگ باشد به مقام کردن تو به قصدار. امیر عزت‌الدوله یوسف گفت سخت صواب آمد و فرمان خداوند راست به هرچه فرماید. سلطان مسعود او را بنواخت و خلعتی گرانمایه داد و گفت به مبارکی برو و چون ما از بلخ حرکت کنیم سوی غزنین پس از نوروز، تو را بخواهیم چنان که با ما تو برابر به غزنین رسید. وی از هرات برفت با غلامان خیش و 7 و 8 سرهنگ سلطانی با سوار 500 سوی بست و زاولستان و قصدار. و شنودم به درست که این سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود فرموده بود که گوش به یوسف می‌دارید چنان که به جایی نتواند رفت. ببخشید اون و شنودم به درست. من فقط زال معجمه رو بکنم، خیلی هم عجیب و جالبه. نوشته در زبان فارسی دری قدیمی پیش از مغول خیلی رایج بوده، هرگاه در کلمه فارسی پیش از دال حرکتی بوده دال و زال می نوشتن و میخوندن. مثالش هم به جای باشد میگفتن باشد. آره و حتی قافیه هم لذیذ و مثلا با کشید
یا همقافیه میکردن، مینوشتن کشید. آها. مثال از سعدی هم آورده و مثلا چیزی تا حالا نشنیده بودم. من اسمش رو نشنیده بودم ولی مثالش هست، مثلا بهمن جازویه مثلا. اون حرفی که مهرزاد زد من همین اشاره کرد. مهرزاد درست بود کاملا. زده آنان که به فارسی سخن میرانند در موضع زال دال را نشانند. این شعر خواجه نصیره. ما قبل ویر ساکن جز وای بود دال است و وگرنه زال موجم خوانند. و ظاهرا ادبا خیلی حساس بودن حتما رعایت کنند. یعنی همیشه بعد اینو میگفتن؟ کلماتی که هم نشون داده که مثال داده که تو قرن هشتم تو متن شعر کلماتی که امروز با حرف دال نوشته میشده رو با حرف زه می نوشتن. ظاهرا تلفظش دال بوده گاهن گاهن زال، ولی قافیه میشده بود. چند تا نکته راجع به هست که مثلا نوروزنامه خیام رو اگر خونده باشین، داخل پرانتز بگم اگر نخوندین بخونین، یه کتاب کوچیکی خیلی باحال و جذابه. اون این رایت شده که استفاده شده این دالها رو اینجوری می‌نویسه. بعد تا اونجا هم که میدونم فکر کنم کلماتی که فارسی بودن رو اینجوری بود، یعنی کلمه عربی بود دالش دال نمی‌شد برای کلمات فارسی، ولی باز قاعده کلی نبوده. یعنی مثلا همون قرن همون دوم و سوم اینا، مثلا فردوسی توی شاهنامه‌اش این قاعده رو رد نمی‌کنه. دال اینجوری موزال و موجب مثلا نداری. کشید بیشتر اوقات که تقریبا همیشه کشید همیشه نداریم مورد اونجوری توی شاهنامه نداریم، ولی توی مثلا میگه همزمان به اون مثلا خیام استفاده میکنه، یا توی مثلا شعرا باز بعضی استفاده میکردن بعضی استفاده نمیکردن. حالا چه جالب الان یادم اومد تو لهجه لوری، تو بعضی از لهجه های لوری مثلا ما یه همسایه‌ای داشت مادر بزرگم تو عراق لور بود، بعد به جای خدمت میگفت مثلا چای بیارم خدمتتان، میگفت چای بیارم خدمتتان. بعضی لورا اینجوری تلفظ میکنن. آره ما هنوز هم میگه تو کردی هم اینجوریه بعضی کلمات. شاید به همون زای موجمه ربط داشته باشه دیگه. شاید ممکنه. امیر تا بعد نشدی ببین این میگه گفتی شنودن به درست که سرهنگارا فلان چیز اینجوری کرده که شنودن به در صوت جان، یعنی صوت یه کسیه که بیهقی از اونجا شنیده که این سرهنگا فلانه، یعنی اینجا داره رفرنس میده. واقعا کی گفته اینو؟ اینجوری چیز کرده یه اوی روی سین گذاشته چیز نسخه من که انگار صوت یه کسی بوده که بیهقی هم در اون شنیده که این جاسوس بازی مسعود یه خود زیادی جدی نمیگیری اون اوهرو حالا دیگه شاید روی دال میخواسته بذاره شاید دال نمیذاره خیلی سخته این نمیدونم من میخورم به درست و شنودم به درست که این سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود فرموده بود که گوش به یوسف مدارید. یه گوش به یوسف میدارید. ببخشید. من اول درست خونده بودم. فرموده بود که گوش به یوسف میدارید چنان که به جایی نتواند رفت. و نیز شنودم. در مورد این میداریدم من امروز داشتم یه چیزی میخوندم در مورد سبک بیهقی. نوشته بود یکی از مشخصاتش اینه که تقریبا تو هیچ صفحه ای نیست، فکر کنم ملک و شعرا بهار گفته اینو تو سبک‌شناسی که مضارع التزامی رو به این صورت میاره، مثلا بدارید و می‌نویسه می‌دارید، مثلا بدهید و می‌نویسه می‌دهید. اون درستم یا حقی هم درست گاورده بعید می‌دونم، ولی اون چیزی که گفتی اونجوری باشه خیلی چیز عجیبیه. آره آخه دقیقا بین رو و سین اسپیس گذاشته، روی سین هم او گذاشته. مطمئنی که برنامه کار نکرده؟ دمو چک کردم. آخه پاورقی هم پاورقی میذاشت مثلا اگر اختلاف نسخه بود تو پاورقی مینوشت که بعضی اینجوری بودن بعضی اینجوری. ببخشید آقای
بگو محمد جان. فقط همین این خیلی جالب بود، نکته بهار و خطیب رهبر هم گفته بود قبلا، منم خیلی برام جالب بود که شکل فعل التزامی رو با می نوشتن. همیشه نه ها، این التزامی هم داره فکر میکنم، من فکر میکنم برخورد مثلا برکنده شود، همون بالا نوشته و ایسی مغرور آسی را برکنده شود. ببین نوشته چند سال با گریخته به مکران نشانده آید و ایسی مغرور آسی را برکنده شود. اینا التزامی هم، ولی بعضی اوقات هم التزامی ها رو به این شکل میاره. من بهار نوشته یکی از فارسی امروز هم به رو میتونیم بندازیم. ببینین به جای بگم مثلا من بگم که وقتی ادبی صحبت میکنیم به جای برکنده بشود به رو بندازم بگم برکنده شود. متوجه هم، منظورم اینه که اینجوری نبوده که همیشه بگه میشود و میآید به جای آید و شود. با به اینی که دارید میگید میشو انداخته، مثل اینکه ما بهشو میندازیم. این مثالی که شما زدید الان پسوند التزامی رو انداخته، به جای مثلا که من بگم برکنده بشود اون میباید میگفته برکنده میشود، انداخته پسوندو. خب ببخش پیشوندو. ولی مثالی که به داشته باشه شما دیدی؟ آها مثالی که به داشته باشه در واقع فرم رایج فکر نمیدونم، حالا دقت میکنیم، فکر میکنم تو ذهنم هست که خوندیم ولی نه الان نمیتونم بگم کجا. حالا نکته فهمیدم چی میگی، آره شاید هم نباشه. فهموده بود که گوش بیود. خلاصه بهار اینو جز خصوصیات نثر تاریخ بیهقی، یکی از مثلا ده موردی که نام که لیست کرده بود یکیش همین بود. حالا اگه یه دفعه خواستید میتونیم اونم بخونیم، جالبه. آره و شنودم به درست که این سرهنگان را پوشیده سلطان مسعود فرموده بود که گوش به یوسف میدارید، یعنی پوشیده گفته بود که جاسوسی عم مارم بکنید چنان که به جایی نتواند رفت. و نیز شنودم که طغرل حاجبش را بر وی در نهان مشرف کرده بودند. این مشرف هم علی من دیروز نگاه میکردم یکی از یه عنوان بوده در دوران غزنویان، معادل مفتش و بازرس بوده. در دوران قبلش مثلا در دوران اون مثلا یعقوب لیث و اینا به اینا میگفتن زمامداران. زمامدار یعنی کسی که مثلا دیوان بازرسی اداری بوده، حساب کشی میکرده. بعد در زمان غزنویان شده بوده، یه جایی هم داشته به نام دیوان و زمام در زمان قبل از غزنویان. بعد این تایتلش میشه مشرفین. تو دیروز گفتی جاسوس، این چیز نیست دقیقاً جاسوس. توضیحی که اینجا داره میده دارم جاسوسی میکنه. آره حالا اینجا درسته، من نمیدونم تا نه نگاه کن حالا بنیز میتونه بازرسی هم باشه. بنیز شنودم که طغرل حاجبش رو بر وی در نهان مشرف کرده بودن تا انفاس یوسف میشمرد. آره حالا مش درسته، مشرف اینجا معنی جاسوسی میده ولی تایتل اشراف و مشرفی یه چیز اداری هم بوده در این حال. میشمرده فتح رو ری گذاشته آقای فیاض. آها در نهان مشرف کرده بودند تا انفاس یوسف می شمارد و هرچه رود باز می نماید. و آن ناجوان مرد این زمان بکرد که او را چون فرزندی داشت بلکه عزیزتر. اینجا زمان چجوری میشه قضیهش؟ یعنی این قول داد، ضمانت کرد. آها آن طغرل نامرد، آن نوجوان مرد این زمان بکرد که او را چون فرزندی داشت بلکه عزیزتر. و یوسف را بدان بهانه فرستادند که گفتند باد سالاری در سر وی شده است و لشکر چشم سوی او کشیده تا یک چندی از درگاه غایب باشد. خب ببخشید تو اسامی اشخاص تو تاریخ بیهقی صوت نداشتیم ولی ستی داریم، پسر آلتونتاشه که بعدن میاد. اونم تلفظ اون اسم مکانه قصداره. قصدار اینم فاضل. آره زنبه بجوشتیم.
من نگاه کردم چیزی اینجا ننوشته بود دیگه، هم استاد بسیار عالی. خب مرسداد بخون. بله، ذکر و بقیت احوال امیر محمد. بقیه دوستان میکروفون ها رو ببندید لطفا، صدای تلویزیون میاد. آره صدای فوتبال میاد. من خودم هم میبندم. ذکر و بقیت احوال امیر محمد رضی الله عنه بعد ما قبض علیه الى ان حول من قلعت کوهچیز الى قلعت مندیش. باز نمودم پیش از این که حاجب بزرگ علی از تگیناباد سوی هرات رفت، در باب امیر محمد چه احتیاط کرد بر حکم فرمان عالی سلطان مسعود که رسیده بود از گماشتن بگتگین حاجب و خیر و شر این بازداشته را در گردن وی کردن. و اکنون چون فارغ شدم از رفتن لشکرها به هرات و فرو گرفتن حاجب علی قریب و از کارهای دیگر پیش بردن و بدان رسیدم که سلطان مسعود حرکت کند از هرات سوی بلخ، آن تاریخ باز ماندم و بقیت احوال این بازداشته را پیش گرفتم تا آنچه رفت اندر این مدت که لشکر از تگیناباد به هرات رفت و وی را از این قلعه کوهتیز به قلعه مندیش بردند به تمامی باز نموده آید و تاریخ تمام گردد. و چون از این فارغ شدم آنگاه به سر آن باز شدم که امیر مسعود از هرات حرکت کرد بر جانب بعد انشاءالله. از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تگیناباد سوی هرات رفتند، من و ماننده من که خدمتکاران امیر محمد بودیم ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده. ببخشید مثلا چون بزرگان یه نکته جذاب اینه که الان مثلا اومده از رئیس مطربا هم داره نقل قول میکنه، یعنی فقط از وزیر وکیل و آدمای خیلی مثلا سطح بالا نبوده که آورده چیزو، از هر جایی که اطلاعات موثق داشته سعی کرده بیاره. دقیقاً بفهم. ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و قارت شده و بینوا گشته و دل نمی داد که از پای قلعه کوه چیز زاستر شویمی و امید می داشتیم که مگر سلطان مسعود را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. آقای یارندی تحفیل بگیر. و هر روزی بر حکم عادت از پای قلعه این از پای قلعه کوهتیز چی شویمی؟ زاستر شویمی یعنی مثلا بیشتر بریم آنسوتر شویم. آنسوتر. زاستر شدن یعنی فراتر رفتن از یک حدی. قبلا داشتیم یه بار من نایده بودم. آره این دفعه دومه فکر کنم. آره یادمه یه زاستر دیگه داشتیم. محمد رضا خوند و من یادمه که خوند و سریع رد شدیم. آره. و امید می داشتیم که مگر سلطان مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. و هر روزی بر حکم عادت به خدمت رفتیم، من و یارانم مطربان و قوالان و ندیمان پیر، و آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام را بازگشتیمی. و حاجب بگتگین زیادت احتیاط پیش گرفت، ولیکن کسی را از ما از وی باز نداشت و نیکوداشت ها هر روز به زیادت بود، چنان که اگر به مثل شیر مرغ خواستی در وقت حاضر کرد. و امیر محمد رضی الله عنه نیز لختی خرسند تر گشت و در شراب خوردن آمد و پیوسته میخورد. آقا پس این اصطلاح شیر مرغ و جون آدمیزاد هم خیلی قدیمیه دیگه. آره آره جالب بود، من فکر کردم جدید اصطلاحش. یک روز بران خزرا بلندتر شراب میخوردیم و ما در پیش او نشسته بودیم و مطربان میزدن. از دور گردی پیدا آمد. امیر گفت رضی الله عنه آن چه شاید بود؟ گفتند نتوانیم دانست. وی معتمدی را گفت به زیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد چیست. آن معتمد به شتاب برفت و پس به مدتی دراز باز آمد و چیزی در گوش امیر بگفت. امیر گفت الحمدلله.
و سخت تازه به ایستاد و خرم گشت چنان که ما جمله گمان بردیم که سخت بزرگ بشارتی است و روی پرسیدن نبود. چون نماز شام خواست رسید ما بازگشتیم. مرا تنها پیش خواند و سخت نزدیکم داشت چنانچه به همه روزگار چنان نزدیک نداشته بود و گفت بوبکر دبیر سلامت رفت سوی گرمسیر تا از راه کرمان به عراق و مکه رود. دلم از جهت وی فارغ شد که به دست این بی‌حرمتان نیفتاد، خاص بوسهل زوزنی که به خون وی تشنه است و آن گرد وی بود و به جمازه می رفت به شادکامی تمام. گفتم سپاس خدای را عز و جل که دل خداوند از وی فارغ گشت. گفت مرادی دیگر هست، اگر آن حاصل شود هرچه به من رسیده است بر دلم خوش شود. بازگرد و این حدیث را پوشیده دار. من بازگشتم و پس از آن به روزی چند مجمزی رسید از هرات نزدیک حاجب بکتگین. مجمز حد میزنم اصلا فاعل از تجمیز باشه، مثلا از جمازه اومده، مثلا شطور سوار. بر وزن محدث به معنی جمازه سوار. یه نکته دیگه هم که من چون خیلی قشنگ میخوند دیگه قطع نکردم حرف تو، اون اول نشته یک روز یک روز بران خضراء بلندتر شراب میخوردیم. نشته خضراء گویا طبقه فوقانی ساختمان رو گویان. این با اون گنبد خضراء دقیقا یکی نیست. میگه تا همی، میگه عنصری گوید تا همی خضراء او در گنبد خضراء بود، تا همی ایوان او در مرکز کیوان شود. از خضراء اینجا به معنی ساختمون طبقات بالای ساختمان. بران خضراء بلند، یعنی تو ایوان طبقه بالا نشسته بودن و داشتن صحرا هم نگاه میکردن. احتمالا روف گاردن بوده مثلا. آره روفتاپ. آره. و پس از آن به روزی چند مجمزی رسید از هرات نزدیک حاجب بکتگین نزدیک نماز شام و با امیر رضی الله عنه بگفتند. بونصر طبیب را که از جمله ندما بود نزدیک بکتگین فرستاد و پیغام داد که شنودم که از هرات مجمزی رسیده است، خبر چیست؟ بکتگین جواب داد که خیر است، سلطان مثال داده است در بابی دیگر. چون روز ما آهنگ قلعه کردیم تا به خدمت رویم، کسان حاجب بکتگین گفتند که امروز بازگردید که شغلی فریضه است، به امیر فرمانی رسیده است به خیر و نیکویی، تا آن را تمام کرده آید آنگاه بر عادت می روید. ما را سخت دل مشغول شد و بازگشتیم سخت اندیشمند و غمناک. امیر محمد رضی الله عنه چون روزی دو برآمد و از ما کسی نرفت، دلش به جایها شد. کوتوال را گفته بود از حاجب باید پرسید تا سبب چه بود که کسی نزدیک من نمی آید. کوتوال کس فرستاد و پرسید. حاجب کت خدای خیش را نزدیک وی فرستاد و پیغام داد که مجمزی رسیده است از هرات با نامه سلطانی، فرمانی داده است در باب امیر به خوبی و نیکویی و معتمدی از هرات نزدیک امیر می آید به چند پیغام فریضه و باشد که امروز در رسد. سبب این است که گفته شد تا دل مشغول داشته نیاید که جز خیر و خوبی نیست. امیر گفت رضی الله عنه سخت نیک آمد و لختی آرام گرفت، نه چنان که بایست. خب مرسی. جناب بازدار بفرمایید. بله. این نکته هم من بگم خواهدی کمی رو شروع کنه. این که مقتدیه استفاده میکنه این فقط البته که احتماله. اگر بیهقی به اون قواعد فقهی و شرعی احاطه داشته باشه که بکیست، یه فرقی هست بین فریضه یا فرض و واجب. می‌دونیم که مثلا معمولا فرض یا فریضه رو واجب ترجمه می‌کنن دیگه. از نظر ادبی یکی‌اند دیگه. کار فرض همون کار واجب. از نظر فقهی و شرعی فریضه استثناء ناپذیره. چیز بردار تبصره بردار نیست. قطعیتش خیلی
بیشتره از نظر شرعی. آره فقهی و شرعی، فقهی و شرعی. یعنی مثلا که نظر فقهی مثلا واجبه، واجبه، ولی ممکنه مثلا توی شرایطی مثلا نماز که واجبه ممکنه به خاطر بیماری، سفر، فلان اینا انجامش ندادی بعدن یه کاری بکنی. آها. ولی کاری که فریضه است تبصره بردار نیست اینجوری. حالا اگر اینو مثلا مد نظرش بوده خیلی مقام این مثلا پیغام رو بره، مثلا که بگه پیغام فریضه ولی پیغامش مثلا شوخی بردار نیست. خیلی خوب. مثلا توحید فریضه است، نماز و روزه واجبه. یه صدای نامطبوعی میاد، نمیدونم کی. تصورم اینه که تو همین رضا، همین رضا چون تو حافظخوانی همین صدا میاد، من تو رو متهم میکنم الان به عنوان مدعی العموم. فکر کنم کتاب دم دستته و جلوی میکروفون ورق میزنی، اینجوریه؟ والا کتاب دم دستم ولی ورق نزدم. حالا بفهم سعی کنید خشخش کم تر بشه. بفهم. و نماز پیشین اون معتمد در رسید و او را احمد تشتدار گفتندی از نزدیکان و خاصگان سلطان مسعود، و در وقت حاجب بکتکین او را به قلعه فرستاد تا نماز شام بماند و باز به زیر آمد. و پس از اون درست شد که پیغامهای نیکو بود از سلطان مسعود که ما را مقرر گشت آنچه رفته است و تدبیر هر کاری اینک به واجبی فرموده می آید. امیر برادر را دلقوی باید داشت و هیچ بدگمانی به خیشتن راه نباید داد که این زمستان به بلخ خواهیم بود و بهار گه چون به غزنین آییم تدبیر آوردن او بر مدارکه ساخته آید. باید که نسخت آنچه با کت خدایش به گوزگانان فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده آید و نیز آنچه از خزان بفهمید. اون تدبیر آوردن او بر مدار ساخته آید یا بر مدار که ساخته آید؟ بر مدار نه، فتح گذاشته، زمه گذاشته رو میم، بعد با هم آورده فیاض، مدارکه اومده. من دارم تدبیر آوردن برادر ساخته آید. این کلمه حتما چیز بوده افتاده. الان دارم نگاه میکنم، یا حقی نوشته که این کلمه اشنان که در حاشیه آورده ایم در نسخه ها به صورت های مختلف ضبط شده است و یا صورت مدارکه را ترجیح داده و بر اساس مصادر زوزنی پیاپی کردن معنی کرده است که مناسب نمی نماید. به گمان ما صورت برمدار یعنی به صورت معمول و بنابر نظم و نسق جاری ترجیح دارد. در گویش های جنوب خراسان مدار به معنی نسق آبیاری است و توسعاً قرار و نسق به طول کلی. مدارا که ضبط نسخه شماره انه نیز دلپذیر می نماید. ببخشید من حالا اینا که استادن و ما هم که شاگرد هم نیستیم، ولی تدبیر آوردن برادر ساخته آید چه مشکلی داره که اینقدر می پیچونن قضیه رو؟ از نظر کی یعنی؟ از نظر رسم و رسوم اون موقع یا از نه از نظر مصححین نسخه ها تدبیر آوردن برادر ساخته آید دیگه. اینقدر یه کلمه هستش فیاض مدارا، نه مثلا فیاض نوشته برادر، خب میگم حالا مثلا فرض کن آدم مثلا چهار تا نسخه جلوشه، خب به جای برمدار و برفلان و برادر، خب این خیلی توضیح خیلی ساده تریه دیگه. تیر اوکام بسا کدوم نسخه برادر داری؟ نسخه فیاض خانمان تو پاورقی این نسخه یا کسیم برادر نداره. من فکر کنم یه من تو متن فیاض برادر دارم، اصلا پاورقی هم نداشته اینجا، اصلا هیچ توضیح هم نداده، یعنی اصلا چیز عادی بود. آخه یه او هم داری، این او جای برادر میگیره دیگه، تدبیر آوردن او. بعد مخصوص داری برادر، من دارم که این زمستان ما به بلخ خواهیم بود و بهارگاه چون به غزنین آییم تدبیر آوردن برادر ساخته آید. من کلن حذف کرده یه چیز دیگه نوشته. یه اوی داره. حالا فیاض مدارکه رو تدارک کردن و جبران کردن معنی کرد. خب نه آخه من ظاهراً فیاض هم دو تا نسخه داریم، منم فیاض رو دارم میخونم دیگه. ظاهراً یه بار سال 24
یه بار سال 24 تصحیح کرده، بعداً دوباره تصحیح کرده. من تصحیح جدیدترشو. آه شما تصحیح جدیدتر دارید. خب بفهم. باید که نسخت آنچه با کت خدایش به گوزگانان فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده آید و نیز آنچه از خزانه برداشتن به فرمان وی از زر نقد و جامه و جواهر و هر جایی بنهاده و با خیشتن دارد و در سرای حرم و در سرای حرم باشد به جمله به حاجب بکتکین سپرده شود تا به خزانه باز رسد و نسخت آنچه به حاجب دهن بدین معتمد سپارد تا بر اون واقف شده آید و امیر محمد رضی الله عنه نسخت ها بداد و آنچه با وی بود و نزد سرپوشیدگان حرم بود از خزانه به حاجب سپرد و دو روز در اون روزگار شد تا از این فارغ شدم و هیچ کس را در این دو روز نزدیک امیر محمد به نگذاشتم و روز سیوم حاجب برنشست و نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد سیوم بله و پیل با مهد آنجا بردن و پیغام داد که فرمان چنان است که امیر را به قلعه مندیش برده آید تا آنجا نیکو داشته تر باشد و حاجب بیاید با لشکری که در پای قلعه مقیم است که حاجب را با آن مردم که با وی است به مهمی باید رفت. امیر جلال الدوله محمد چون این بشنید بگریست و دانست که کار چیست. اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعه فرود آوردن و قریب از خانگیان او برآمد. امیر رضی الله عنه ببخشید معذرت بفرمایید. اونجا که میگه تا آنجا نیکو داشته تر باشد، هرچی مثلا توی متون منظوم وقتی همچین چیزایی پیش میاد اینو بس مثلا جا به جای زمیر کلمه مثلا بشکنه، اینا همش اقتضای وزنه دیگه. همیشه اینجور فکر میکردم خودم، حافظ، سعدی، فردوسی، خیلی هر کی واسه مثلا یه مثلا می تر پیشفنده و پسفنده جا به جا میشن، زمایر متصل مخصوصا دیگه عادت کردیم میگیم ما به اقتضای وزن اینجوریه. ولی برام جالبه که مثلا اینجا که مثلا اقتضای وزن در کار نیست، چقدر مثلا به جای این که بگه تا آنجا نیکوتر داشته باشد میگه تا آنجا نیکو داشته تر باشد، تر رو میچسبونه به داشته. این جا به جایی پیش نه جا به جایی نیست، ببینید صفتش نیکو داشته است. ما با علی موافقم اینجا. خب فعل داشته باشد نیست، نیکو داشته نیکو داشته تر تر باشد آنجوری. قانع شدم کلن مقدم هرچی گفتم وقت طرفی بود. امیر رضی الله عنه چون به زیر آمد آواز داد که حاجب را بگوی که فرمان چنان است که او را تنها برند. حاجب گفت نه، که همه قوم با وی خواهند رفت و فرزندان به جمله آمده اند که زشت بود با وی ایشان را بردند و من اینجایم تا همگان را به خوبی و نیکویی بر اثر وی بیارن، چنان که نماز دیگر را به سلامت نزدیک وی رسیده باشند. امیر را براندن و سواری 300 و کوتوال قلعه کوهتیز با پیاده‌ای 300 تمام سلاح با او و نشاندند حرمها را در اماریها و حاشیت را بر استران و خران و بسیار نامردمی رفت در معنی تفتیش و زشت گفتندی و جای آن بود که علا ایوحال فرزند محمود بود. و سلطان مسعود چون بشنید نیز سخت ملامت کرد بکتکین را، ولیکن بازجستی نبود و آن استاد سخن لیسی شاعر سخت نیکو گفته است در این معنی و ابیات. کاروانی همی از ری به سوی دستکره شد، آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد. گله دزدان از دور بدیدن چو آن، هر یکی زیشان که گفتی که یکی قصوره شد. رهروی بود در آن راه درم یافت بسی، چون توانگر شد گویی سخنش نادره شد. هرچه پرسیدن او را همه این بود جواب، کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. یه بیت اون وسط جا نیفتاد، آنچه دوزدان را رای آمد ندارید اینو؟ من دارم. چرا؟ خیلی مهمه اون بیته. آره اینجا نیست.
آنچه دزدان را رای آمد بردند و شدند، بود کسی نیست که با دزد همی یک سره شد. آره، یعنی اینکه یه نفرم بود که رفت قاطی دزدا، درسته؟ آره. حتی شعر همچین مالی شعر محکمی آره. نیست یه چیز عجیبیه. آره قصفره هم یعنی شیر درنده نوشته. یه چیزی فقط من بگم که اون نوشته بود که نوشته که و بسیار نامردمی رفت در معنی تفتیش و زشت گفتندی و جای آن بود. اینو نوشته که یعنی مردم زشت گفتن، یعنی مردم گفتن که چه کار بدی کردن این نامردمی ها رو کردن و مردم درست میگفتن، جای آن بود که همچین انتقادی رو بکنن. خیلی جمله پیچیده ایه، حرمتش رو نگه نداشتن. آره نه میگم از لحاظ گرامری میگه بسیار نامردمی رفتن من تدریش و زشت گفتندی. اونایی که زشت گفتن همونایی نیست که نامردمی کردن، بقیه مردمن که شاهد بودن و جای آن بود که همچین انتقادی وارد بوده. خب خیلی ممنون علی جان، بخون. و نماز دیگر این قوم نزدیک امیر محمد رسیدند و چون ایشان را به جمله نزدیک خویش دید، خدای را عز و جل سپاسداری کرد و حدیث سوزیان فراموش کرد. سوزیان یعنی چی؟ سود و زیان. سود و زیان خیلی باحال کلمش. آها یعنی دال نداره؟ نه. آها همین کلمه مقفف سود و زیانه. من این مطلب رو هی شک میکنن نکنه اشتباه تایپی داره. مثل یه لغتی توی فردوسی بود هزمان، این آدم یه شبیه اونه. هر زمان. و حاجب نیز در رسید و دورتر فرود آمد و احمد ارسلان با فرمود تا آنجا بند کردند و سوی قزوین فرستادند تا سرهنگ کوتوال بوعلی او را به مولتان فرستاد چون که آنجا شهربند باشد. این یارو از کجا پیدا شد؟ این مولتان هم شهری بوده توی کشمیر، توی مرکز پاکستان. حالا احمد ارسلان که این وسط اسمش دفعه اولی که میاد نیست؟ این مرد با امیر محمد هم زندان بوده است و از عبارت برمیاد که از اعیان خدمتکاران محمد بوده. سوال دیگه ای داری بپرس علی. و دیگر خدمتکاران او را گفتند چون ندیمان و مطربان که هر کس پس شغل خیش روید که فرمان نیست که از شما کسی نزدیک وی رود. عبدالرحمن قوال گفت دیگر روز پراکنده شدند و من و یارم دزدیده با وی برفتیم و ناصری و بقوی که دل یاری نمی داد چشم از وی برداشتند و گفتم وفا را تا قلعت برویم و چون وی را آنجا رسانند بازگرد. چون از جنکلاباد برداشتند و نزدیک کور والشت رسیدند از چپ راه قلعت علی فکر کنم واسه کور، نزدیک کور والشت رسیدند. کور یعنی شورزار. شورزار چون از جنکلاباد برداشتند و نزدیک کور والشت رسیدند از چپ راه قلعت مندیش از دور پیدا راه بتافتند و بر آن جانب رفتند و من و این آزاد مرد با ایشان می رفتیم تا پای قلعت. قلعه دیدیم سخت بلند و نردبان پایه های بی حد و اندازه، چنان که بسیار رنج رسیدی تا کسی برتوانستی شد. امیر محمد از مهد به زیر آمد و بند داشت با کفش و کلاه ساده و قبای دیبای لعل پوشیده و ما آقای را بدیدیم، ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن. گریستن بر ما افتاد، کدام آب دیده که دجله و فرات چنان که رود. براندن ناصری و بقوی که با ما بودند و یکی بود از ندیمان این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتیم. بگریست و پس بدیهه نیکو گفت شعر. ای شاه چه بود این که تو را پیش آمد؟ دشمند هم از پیر هم خیش آمد. از مهنت ها مهنت تو بیش آمد، از ملک پدر بحر تو مندیش آمد. اون چه بدیهه خیلی خوب بند تونگونی بود آمد. نه بشنگ گفته تو بقید مندیش آمد. آره ولی همشه خیلی سنگی نبود. خب بالاخره بدیهه بوده دیگه. آره بدیهه بوده. و دو تن سخت قوی بازوی او گرفتن و رفتن گرفت سخت به جهد و چند پایی که بررفتی زمان نیک بنشستی و بیاسودی.
چون دور برفت و هنوز در چشم دیدار بود بنشست. از دور چی بود این مجمز بود؟ مجمز از دور مجمزی پیدا شد از راه. امیر محمد او را بدید و نیز نرفت تا پرسد که مجمز به چه سبب آمده است و کسی را از آن خیش به نزد بکتکین حاجت فرستاد. مجمز در رسید. آقا علی ببخشید معذرت میخوام، عذر میخوام. این چقدر قاب سینمایی عجیب غریبیه. آره مخصوصا که از دید این یارو مطربه داره. ببین یه قلعه وسط بیابونه، این و این پایین وایساده، این امیر محمد داره 4-5 تا پله‌ها رو میره بالا، بعد میشینه یه مدتی نفس میگیره، بعد حالا دیگه خیلی رفته بالا، بعد اینم از دور داره میبینه که اون وایساده و داره یه سری کارهایی میکنه، ولی دیگه هنوز داره یه سایه هایی میبینه، ولی دقیقا نمیدونه دیگه جریان چیه. واقعا سینماییه. بگو. این از دید عبدالرحمن قوال داریم به قضیه نگاه میکنیم. مجمز در رسید با نامه. نامه ای بود به خط سلطان مسعود به برادر. بکتکین حاجب آن را در ساعت بر بالا فرستاد. امیر رضی الله عنه بر آن پایه نشسته بود در راه و ما می دیدیم. چون نامه بخواند سجده کرد، پس برخاست و بر قلعه رفت و از چشم ناپیدا شد. و قوم را به جمله آنجا رسانیدند و چند خدمتکار که فرمان بود از مردان. و حاجب بکتکین آن قوم بازگشتند. من که عبدالرحمن فضولیم، چنان که زالان نیشابور گویند مادر مرده بود ده درم وام، آن دو تن را که بازوی امیر گرفته بودند دریافتم و پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد. این زالان یعنی چی؟ زالان نیشابور یعنی پیر مردان. پیر زن. این معنی جمله رو نمیفهمم. چرا میگه به استر به قول نیشابوری ها من مادر مرده ده درم وام؟ خیلی استر قشنگه. آره خب چرا انقدر خودش تو سر خودش میزنه؟ فضولی واسه چی؟ آها میگه من فضول بدبخت مثلا مادر مرده یه همچین سوالی پرسیدم. آره ابروه رحمان قوال فامیلش فضولی بوده، اون شغلش قوال. فضولی یعنی چی؟ اسمشه. آها فضولی یعنی آها اسمشه. قبیه قوالی بوده به نام آره، خیلی خوب. خب اینو اصلا خیلی حرف خنده‌داری زدم، میتونید بخندید تو دلتون، بیرون هم میتونید بخندید. خب حالا چرا مادر مرده و ده درم وامه؟ چرا بخوش دیگه؟ این عاشق چیز بوده دیگه، عاشق مسئله. نه میدونم. آها اینقدر یعنی میگه من مادر مرده دیگه بدشانسم. نه آخه دیدی که اون بالا گریه کردن همچین که مثل دجله و فرات گریه میکردن و یه چیزی دن این هم داره حال خودش رو توصیف میکنه. حال زاری داشته الان با اربابش داشته چیز میکنه جدا میشده. میگه خلاصه با اون حال زارم آن دو تن که بازوی امیر گرفته بودن دریافتم و پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد. ایشان گفتن تو را با این حکایت چکار؟ چرا نخوانی آن که شاعر گوید و آن این از شعر ایعود و ایتو های خیام و زماننا ام لا سبیل الیه بعد زهابه. یعنی چی؟ آیا این خیمه های زمان ما بر میگردن؟ یعنی که بر میگردن ترجمه اینجوری نوشته ای خیمه ها آیا روزگار ما دو مرتبه بر میگردن؟ یا آن که دیگر راهی برای بازگشت آن بعد از رفتن نیست. خیلی برای همچین موقعیت شعرش زیادی چیزه سانتیمنتاله. گفتم الحق روز این صوت هست، اما آن را استادم تا این یک نکته دیگر نشنوم و بروم. گفتن نامه ای بود به خط سلطان مسعود به وی که علی حاجه که امیر را نشانده بود فرمودیم تا بنشاندن و سزای او به دست او دادن تا هیچ بنده با خداوند خویش این درمیری نکنند و خواستم این شادی به دل امیر برادر به سسانی داید که دانستم که سخت شاد شدن. و امیر محمد این امیر مسعود چه پیچیده بازی میکرده در این حالی که مثلا داداشه رو فرستاده به یه جایی که عملا زندانه، اومده بهش مژده میده که آقا
علی قریب رو کلپا کردیم که خوشحالش کرد. و امیر محمد سجده کرد خدای تعالی را گفت تا ببخشید کجا بودم. امیر محمد سجده کرد خدای تعالی را گفت تا امروز هرچه به من رسید مرا خوش گشت که آن کافر نعمت بیوفا را فرو گرفتند و مراد او در دنیا به سر آمد و من نیز با یارم برفتیم، یعنی من که اون حوالی برفتیم. و هم از استاد عبدالرحمن قوال شنودم پس از آنکه این تاریخ آغاز کرده بودن به 7 سال به روز یک شنبه 11 رجب سنه 55 و 400 این نکته اینجا هست، این نکته ای هستی که اون چند جمله بالاتر بود بعد از بیت عربی میگه گفتم الحق روز این صوت هست. این صوت اصطلاح موسیقاییه. این آدمی هم که داره داستان رو تعریف میکنه برای بیهقی عبدالرحمن قوالی که خودش به هر حال قواله دیگه. آره دیگه بهش گفتن تو، گفتن تو به خبر چه کار داری، بیا این آوازه رو بخون. یه خود توهینم بهش گفتن آخه مثلا مطرب تو چه به اطلاعات پرسیدن، تو بیا این آواز رو در این شرایط بخون. آها من متوجه این ظریفه نشدم. من فکر کردم که دارن ضرب المثل براش میگن. نه نه یه بار دیگه هم گفته بود که آره یه شعر عربی هم خوند اون اوایل. حالا بمانم من متوجه شدم. چه جالب، من متوجه نشدم. این به اون که فضولی رو اشتباه خواهد. آره این به اون فضولی تر. آره دقیقا و هم میخندیدم. سال فلان فلان و به حدیث ملک محمد سخن میگفتم. وی گفت با چندین اثبات نادر که من یاد دارم امیر محمد این صوت از من بسیار خواستی، چون که کم مجلس بودی که من این نخواندم. ول ابیات اول فصل ولیس قدر کم بدع ولا عجبه. علی بذار من بخونم. علی دیگه من نسخه من اعراب داره، خوندنش راحت تر دیگه خط بازار هم. و لیس قدرکم بدعا ولا عجبا لکن وفاکم من ابدع البدع ما الشأن فی قدرکم و الشأن فی تمعی و به اعتدادی به قول زور و الخدع. ترجمهش همیشه این که عجب بلا 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 کلی توضیح دادین وسط پیدا نمی‌کنم ترجمه شامش توضیح داده. اما وفاتون کمیابه ولی قدرتون خیلی چیز عجیبی نیست. پیمان شکنی و بی‌وفایی شما چیز تازه و شگفتی نیست، لکن وفا کردن شما کاری بسیار بدی و شگفتی انگیز است. من از بی‌وفایی شما سخن نمیگویم، سخن در طمع من و فریب خوردن من به گفتار و دروغ و فریبنده شماست. آقا من یه نکته جذاب بگم از این نکات جذابی که امروز آموختم به عنوان حسن ختام علی ها. بذار این پاراگراف هم وابسته به شعر بخونید. این شعر عربی ها بعد سعدی میگه اشتر به شعر عرب در حالت از دو طرف به ما چرا هیچ حالتی دست نمیده. عربی تو تقویت کنی دیگه. اون شعر عرب استعاره از این چیزی بوده که حالت نی میزنن رو شطر نمیخونه. آره اون واسه چیزه، اون واسه لذت از موسیقیه. آره. بله بله نی میزنه چیز نیست. یه حالت آواز و نی صدا از خودش در میاره بیشتر تا اینکه معنی دار باشه. بهش میگن هودی بدوه. هودی بله 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 شطور تند بدوه ظاهرا تند حرکت کنه. این خیلی هم داستان داره. این هودی خان ها بعضی خیلی حرفه‌ای بودن و میگه از بس این شطور با این هودی مثلا میدویده تلف میشده تو بیابون، خیلی حال میکرده با لفظ غناز بوده. آره یه شیه بیتی هم داره حافظ یا سعدیه تو ذهنم قاطی شدن. احادیان به جمال الحبیب قف ونزل که دیده سیر نمیگه. اون هادی با هی دو چشم همین هودی خانه. ای هودی خانه شطرهای مثلا منزل معشوق. احادیان به جمال الحبیب. من که نشنده بودم همچین شعری. خب علی بخون پاراگرافو.
و هرچند این دو بیت خطاب به عاشقی است فرام معشوقی، خردمند را به چشم عبرت در این باره نگریست که این فالی بوده است که بر زبان این پادشاه رحمت الله علیه می رفت و بوده است و در روزگارش خیر خیرها و غیر قافل با چندان نیکویی که می کرد در روزگار امارت خیش با لشکری و رعیت، همچون معنی این دو بیت و المقدر و کائن و ما غز الله و عز و جل سیکون نبهن الله النومت القافلین به منه. و پس از این بیار آن چه رفت در باب این باز داشته به جای خیش. خب این هم بخون دیگه. آها، و حاجت بکتکی چون از این شغل فارغ گشت سوی قزوین رفت به فرمان تا از آنجا سوی بلخ رود با والده سلطان مسعود و دیگر حرم و حره ختلی، چنان که به احتیاط آنجا رسند. آنجا رسیدن. نه من این چی تمام خوب دیگه واسه امروز کافیه. من فقط نکته که یه نکته دیگه که امروز از بهار در بهار دیدم این بود که در مورد خصوصیات مثلا نصر بیهقی با نصرای قبلش مثل تاریخ بلعمی صحبت کرده بود و یکیش این بود که میزان عربی توی این نصر خیلی بیشتر از تاریخ بلعمیه و بعد گفته بود که در مثلا در نیمه دوم دوران غزنویان چون رابطه بین بغداد و غزنوی ها خیلی بیشتر شده بوده، درصد کلن عربیت هم در دربار رفته بالا. و مثلا نوشته بود که سلطان محمود دلیلی نداریم که فکر کنیم که خیلی مثلا عربی بلد بوده و تو دربارش هم خیلی عربی از عربی اثری نبوده. و این نوشته بود که پسرانش سلطان محمد و سلطان مسعود اینا دبیر عربی داشتن خلاصه. و یکی از شواهدی هم که آورده بود این بود که توی مجلس شرابشون قوالان سرودهای عربی هم میخوندن و به همین چیزایی که خوندیم هم اشاره کرده بود. همین جا داشت که اینجا بیمیم. این معنی خیلی بیهقی هست خب که به عنوان دبیر دیکته کرده که چه لغتهای فارسی یا حق ندارن به کار ببرن. لغتهای فارسی ساده ای هم هست، به جاش باید عربی به کار ببرن. در کجا هستی؟ من اینو پیدا میکنم. من توی مقاله از داریوش آشوری خوندم خیلی وقت پیش، مثالاش هم آورده بود، خیلی جالب بود. ظاهرا تو تاریخش ولی خودش اینو رعایت نکرده. یعنی خودش همون کلماتو بیشتر فارسی به کار برده. من یه دو تا کلمه هم اینجا دارم میبینم در معنای واژه خیر خیر که گفته که صافا صاف بی سبب و بی جهت مفتا مفت. این واژه ها چون واژه های قشنگی هست، مفتا مفت. آره باحاله. یه چیز دیگه هم که نوشته بودیم که این بونصر مشکان هم خودش نویسنده معروفی بوده و آثاری ازش بوده که در بعضی از کتابای غیر از بیهقی هم تیکایش اومده و خود بیهقی نصرش رو در واقع از بونصر مشکان تقلید کرده. یعنی واقعا همه جوره استادش بوده. منتها دیگه ما چیز زیادی از بونصر مشکان مستقیما نداریم. خب درود بر شما. خدا حافظ.